سلام به همه شما دوستان عزیز و رفقای با مرام و اهل قیام. آقا هرچی میگذره وضعیت عزما درب و داغونتر میشه. آره حالا دیگه طوری شده که اقتصاددانای نظام هم از زلزله ده ریشتری خبر میدن. بیگ منو. ماهیت تورمی که ما باهاش دوچاریم کاملا متفاوته. راه حلش هم این نیست که دولت بیاد بگه من بار کمتر رو این ساختمانی که پایه‌اش داره میلرزه میذارم. آقای دولت، این ساختمان پایه‌اش داره میلرزه. ما در آستانه کاهش ارزش پول ملی به شدت قرار گرفتیم و وقتی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کنه، جمله شما رو هم بگم؟ بله. جمله شما ترجمهش می‌دونین چی؟ یعنی زلزله در ریشتری تو. یعنی شما دارید میگید در آستانه ابر تورم. بله. معنیش این است. بله. ده 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 ده. اینجاست که سگ و سیله های اوزی توی استبل ولایتم به جنب و جوش میفتن و یقه رئیسی رو میگیرن. مردم دیگه توان اداره زندگی خودشون رو ندارن آقای دکتر رئیسی. نابسامانی در بازار ارز و طلا، مسکن، گوشت، لوازم خانگی صدای مردم را درآورده است. آقای دکتر رئیسی، خواسته به حق مردم امروز تغییر تیم اقتصادی است. این خواسته به حق را با مدیران ناکارآمد نمیشه پیش برد. بابا بله، حالا هر کسی واسه این بدبخت شیش کلاسه که مثل اون زبون بسته تو گل گیر کرده یه نسخه میپیچه. این که گفت تیم اقتصادی تو بذار کنار ببینیم اون یکی چی میگه و چه غلطی میکنه. آقای رئیس جمهور، شما بیایند واقعا افراد ناتوان رو در هر مقام و منصبی که هست عزل کنید. عزل به دست شماست. معاون رئیس جمهور، معاون خودتون یا وزرای خودتون رو میتونید عزل بکنید و افراد توانمند رو به کار بگمارید. نگذارید که بخواد تیغ مجلس بیشتر از این تون بشه. مردم انتظار دارن. بابیلا بابیلا، روزنامه هاشونم میان میگن بابا تیم اقتصادی و وزرا چیه؟ خودش باید کله بشه. بحث بعدی آن است که اگر تغییر عمیق سیاست ها نیز چاره کار نبود باید چه کرد؟ به نظر می رسد اگر دولت 13 نتوانست حتی با تغییر واقعی و عمیق سیاست‌ها راه به جایی ببرد، چاره کار همان تغییر مسئولان رده بالای دولت است، یعنی در سطح بالاتر از وزرا. بای بالاتر از وزرا میشه خبیثی دیگه بابا. اما خبیثی رو بردارن کیو جاش بذارن؟ ها؟ هر کیو بذارن دنبالش ربطی پتوه اینا، عزما و کل نظام درب و داغونه اینا. عزت زیاد.